سرخط خبرها، گسترش دایره جنگ در سراسر افغانستان، پیام ایدی ملا هیبت الله: عالمان دین مکلفند تا مردم را از بغاوت در برابر طالبان منصرف کنند. طالبان 3 نظامی پیشین را در ولایت بدخشان کشتند. توماس وز در دیدار با مقامهای پیشین افغان: راه تدریجی گفتگو است، نه خشونت. و ازدحام در بانک: 18 طالب در زابل توسط طالبان دیگر لد و کوب شدند. به نام خداوند بخشنده و مهربان و با تقدیم السلام به یک از دیگر از ویدیوهای این چینل خوش آمدید. طالبان 3 نظامی پیشین را در بدخشان کشتند. منابع محلی در بدخشان گفتند که طالبان 3 نظامی پیشین را در این ولایت کشتند. منابع محلی در بدخشان روز سه شنبه 29 حمل گفتند که این 3 نظامی پیشین دو شب پیش در مسیر رفتن به مسجد برای ادای نماز تراویح از سوی طالبان به قتل رسیدند. بر اساس اطلاعات منابع، نظامیان کشته شده قاری سمی، آجی ایدی و ایمان الدین نام داشتند. اطلاعات منابع حاکی از آن است که حاجی هیدی از اعضای پیشین نیروهای خیزش مردمی در بدخشان و قاری سمی و عبادالدین از اعضای ارتش حکومت پیشین بودند. گفته می شود که افراد کشته شده باشندگان ولسوالی ارغستان ولایت بدخشان بودند. طالبان در بدخشان هنوز در این مورد چیزی نگفتند. پیام ایدی ملا هیبت الله: عالمان دین مکلفند تا مردم را از بغاوت در برابر طالبان منصرف کنند. ملا هیبت الله آخندزاده رهبر طالبان در پیامش به مناسبت عید سید فطر گفته است که عالمان دین مکلفیت دارند تا با آگاه ساختن و اصلاح مردم آنان را از بغاوت در برابر این گروه منصرف کنند. پیام 6 صفحه‌ای رهبر غایب طالبان پیش از چاشت روز سه شنبه 29 حمل نشر شده است. ملا هیبت الله آخندزاده با اشاره به مسئولیت عالمان دین در افغانستان به آنان دستور داده است که با تبلیغ از طریق منبرهای مساجد ارزش‌های نظام اسلامی را به مردم توضیح دهند. رهبر غایب طالبان همچنان تاکید کرده است که با اصلاحات در بخش‌های فرهنگی، معارف، اقتصاد و رسانه‌ها، اثرات فکری و اخلاقی در حال پایان یافتن است. در پیام ایدی رهبر طالبان به اصلاحات قضایی این گروه، فعالیت‌های وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر، تجارت مداخله کشورهای همسایه و جهانی در امور داخلی افغانستان، جمع‌آوری گداها، مکلفیت‌های جنگجویان طالب، آموزش و پرورش، صحت و تأمین امنیت پرداخته شده است. در حالی که رهبر طالبان در پیام ایدیش به داشتن رابطه با جهان تاکید کرده است، وزیران خارجه 7 کشور صنعتی شب گذشته در نشست در ژاپن گفتند که عادی شدن رابطه جامعه جهانی با طالبان وابسته به اقدامات این گروه است. توماس وز در دیدار با مقامهای پیشین افغان: رای تدریجی گفتگو است، نه خشونت. تام وز نماینده امریکا در امور افغانستان از دیدارش با شمار از مقامهای حکومت پیشین و فعالان جامعه مدنی در ترکیه خبر داده است. توماس وز دوشنبه شب 28 حمل در رشته دیویت نگاشته است که در این گفتگوها در مورد چالش‌ها و مشارکت جامعه بین‌المللی در افغانستان بحث شده است. او همچنان افزوده است: موضوع دیگر این بود که باید یک رای حل مسلط‌آمیز رو به جلو وجود داشته باشد. گفتگو رای تدریجی است، نه خشونت. تام وز یک بار دیگر تاکید کرده است که امریکا از گفتگو بین افغانها برای تعیین آینده کشورشان حمایت می کند. نماینده ویژه امریکا در امور صلح افغانستان همچنان افزوده که در این دیدار برخی از رهبران افغان و اعضای جامعه مدنی نگرانی های جدیشان را در خصوص وضع محدودیت های طالبان بر زنان با وی شریک ساختند. روز پنجشنبه 24 حمل، توماس وز نماینده امریکا برای افغانستان با اعضای مجموعه فکر آینده افغانستان که شامل شمار از اعضای حکومت پیشین افغانستان، فعالان حقوق زن، فعالان مدنی و بزرگان قبایل می شوند، در دوحه دیدار کرده بود.
گسترش دایره جنگ در سراسر افغانستان. گزارش از رزاق مامون، تحلیلگر مسائل سیاسی. حفیظ منصور، امسال سال گسترش دایره جنگ است. حفیظ منصور میگوید که خوشحال باید زیر چتر جبهه مقاومت بیاید. جمعیت و شورای نظام در سقوط جمهوریت نقش 50% داشت. ازدحام در بانک، 18 طالب در زابل توسط طالبانی دیگر لد و کوب شدند. منابع محلی در ولایت زابل گفتند که 18 طالب توسط جنگجویان دیگر این گروه در یکی از بانک‌های این ولایت لد و کوب شدند. منابع روز دوشنبه 28 عمل گفتند که به دنبال ازدحام در صف یکی از بانک‌ها در شهر قلات، مرکز ولایت زابل، طالبان با هم درگیر شدند. و گفته منابع، طالبانی که به بانک رفته بودند از زور استفاده کردند و دیگر طالبان با آنها مقابله کرده و درگیری میان آنها رخ داد. گفته می شود که معاش کارمندان دولتی در این ولایت به حساباتشان واریز شده و دلیل ازدحام در بانک نیز همین موضوع بوده است. گفتنی است که درگیری میان اعضای طالبان موضوعی تازه نیست. برخورد دوگانه طالبان با متهمان، پرونده های تجاوز جنسی این گروه بررسی نمی شود. گزارش از خبرگزاری 8 صبح. طالبان در بیشتر از 20 ماه گذشته علاوه بر محروم ساختن زنان از حق آموزش، تحصیل و کار، ده ها زن را به اتهام رابطه خارج از ازدواج به دادگاه های صحرایی کشاندند. اعضای این گروه بارها ادعا کردند که احکام شرعی بالای همه شهروندان یکسان تطبیق می شود. با این حال، گزارش های وجود دارد که طالبان در این زمینه عمل کردند. طبق گزارش ها و بررسی پرونده ها، ده ها فرمانده مشهور طالبان در انگام رابطه خارج از ازدواج بازداشت و بدون محکمه و مجازات از بند ها شدند. روزنامه 8 صبح پیش از این در گزارش های معتدد بر اساس اطلاعات منابع موثق، پرونده های رابطه خارج از ازدواج فرماندهان طالبان را منتشر کرده است. این روزنامه به تازگی به یک نوار تصویری دست یافته که نشان می‌دهد یکی از نزدیکان فصاح الدین فضلت، رئیس ستاد کل ارتش طالبان در بدخشان، در حال دست به آزار و اذیت جنسی می‌زند که حدود 2 ماه پیش در هنگام رابطه خارج از ازدواج از سوی استخبارات این گروه بازداشت شده بود، اما بدون محکمه و مجازات از بند رها شده است. سپاس که تا این دم با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر چینل را سابسکرایب به ویدیو را لایک کنید. تا ویدیوی دیگر، الله یار و مددگار همه‌تان.